با نام خدای مهربان سلام و شبتان بخیر. به پس از خبر خوش آمدید. همت‌الله میثاق محمدی هستم. قرار است به زودی رهبران حکومت وحدت ملی به واشنگتن سفر بکنه. بحث روی چگونگی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از موارد مهم این دیدار خواهد بود. صحبت ها روی بازنگری در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و شمار این نیروها هر چندگاه به گونه غیر رسمی از سوی حکومت افغانستان و آقای اوباما و آمریکا مطرح شده، اما در تازه ترین مورد یک مقام بلند رتبه آمریکایی که نخواست نام از او گرفته شود گفته که آمریکا در مورد سرعت خروج نیروهایش از افغانستان بازنگری میکنه. رئیس جمهور افغانستان هم از دولت آمریکا خواسته که در مورد خروج نیروهایش از افغانستان عجله نکنه. این را هم این مقام آمریکایی افسوده. این مقام آمریکایی همچنین گفته که این خواست رئیس جمهور غنی به گونه فعالانه در اداره آقای اوباما تحت بررسی است. همچنین به گفته این مقام آمریکایی جنرال جان کمپل فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان نیز پیشنهادات برای بلند بردن و افزایش توانایی های نیروهای امنیتی افغان را کرده که روی آن نیز به گونه جدی بحث جریان دارد. رسانه‌های غربی هم از احتمال باقی ماندن شمار نیروهای بیشتر از 10,000 که حالا در افغانستان مستقر هستند صحبت میکنند و بعضی از روزنامه‌های غربی گزارش دادند که احتمالاً شمار زیادی از نزدیک به 10,000 سرباز آمریکایی که فعلا در کشور و در افغانستان مستقر هستند تا سال آینده در افغانستان باقی بمانند. اینکه چرا آقای رئیس جمهور غنی نگران است خروج نیروهای آمریکایی است و چرا حکومت آقای باراک اوباما به گونه فعالانه این خواست افغانستان را مورد بررسی خود قرار میده در حالی که پیش از این صحبت از پایان مسئولانه جنگ افغانستان میشد. برای بحث بیشتر روی این موضوعات اینجا در استودیو با من جناب آقای مرزا محمد یارمند آگاه امور نظامی و معین پیشین وزارت امور داخلی کشور است. وقفه کوتاه و در ادامه بیننده این برنامه باشید. سلام دوباره بیننده برنامه پس از خبر. به گونه زنده و مستقیم از آریانا نیوز هستن. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه با ما بمونن. بحث امشب ما روی ضرورت بازنگری در مورد چگونگی برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است و به تازگی یک مقام بلند رتبه آمریکایی که نخواست نامی از او گرفته شود گفته که اداره اوباما جدا روی بازنگری خروج نیروهایش از افغانستان کار میکنه. و برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با من جناب آقای مرزا محمد یارمند آگاه امور نظامی و معین پیشین وزارت امور داخلی کشور است. آقای یارمند خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. فکر میکنید چه چیز سبب شده که اول حکومت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان از آمریکا بخواهد که عجله نکنند در خروج نیروهایش از افغانستان با توجه به او چارچوب قانونمند یا توافقنامه امنیتی که در مورد حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به امضا رسیده؟ خب به نام خدا، با درود به شما و هموطنان گرامی که شما را میبینم. عرض شود خدمتتان که مدیریت در امریکا مانند مدیریت در افغانستان یا سایر کشورهای دیگر نیست. در اونجا تحلیل بسیار قوی صورت میگیره از وضعیت و دکترینی از وا نظریات بسیار علمی و تحقیقی و تحقیقی خود در قبال هر منطقه با یک ژرف‌نگری کامل تنظیم میکنن و او را ارائه میکنن به مقامات خود. من فکر میکنم که میلیاردها دلار اینا مصرف میکنن در جهت تحقیق و تدقیق در رابطه با مسائل امنیتی اقتصادی، آنچه که به منافع ملی امریکا مربوط میشوه. خب آقای اوباما بنا به تکدر رابطه‌ای که بین دولت آقای کرزی و ایالات متحده آمریکا وجود داشت، اینا برنامه خروج خود اعلان کردن که ما در ختم سال 2015 نیروهای خود را صفر می‌سازیم. اما این مسئله تغییر کرد. تغییر به گونه‌ای که خب دولت وحدت ملی ایجاد شد و حسن نیت دکتر اشرف غنی احمدزاده و دکتر عبدالله نسبت به حضور آمریکا در افغانستان بنا به نیازمندی‌های جدی که وجود داره کاملا محسوس است و این ابراز شد.
و همین اساس هم چند روز بعد اینا سفری دارن که میخوان بروند به ایالات متحده امریکا و منطق حضور امریکا را در افغانستان با نظر داشته ای که در افغانستان تروریسم محو نشده و در منطقه محو نشده، در پاکستان حدوداً 32 سازمان تروریستی وجود داره بالفعل، همچنین چنین در عراق و سوریه و اینا مشترکات دارن در طول چندین سال که مردم افغانستان نسبت به این قضیه آنچنانی اطلاع نداشتن. تعداد زیادی از پاکستانی ها و از افغانستان به طرف سوریه و به طرف عراق رفتن، در اوجه اینا جلب جذب شدن به صفت عراقینی بسیار عمده در منطقه فعالیت خود آغاز کردن. ما شما شاهدی از این بودیم که در زابل چندی پیش که به خاطر رهایی 30 نفر گروگان عملیات صورت گرفته بود، در اوجا یک خانم روسی، چند خانم روسی و همچنین از چندین کشورهای دیگه افراد و اشخاصی تلف شدن و از بین رفتن و زخمی شدن. در مجموع بحث اساسی حضور نظاممند و قانونمند نیروهای آمریکایی در افغانستان است. همین حکومت وحدت ملی درست پس از یک روز کارش توافقنامه امنیتی با آمریکا را امضا کرد که او چارچوب حضور قانونمند نیروهای آمریکایی در افغانستان را مشخص کرد، هم از نگاه زمان و هم از نگاه کمیت نیروها. دقیقاً خب چرا باز هم مسئله بازنگری در مورد و عجله نکردن در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از سوی همین رهبر حکومت وحدت ملی مطرح میشه؟ خب وضعیت در افغانستان به گونه دیگری هست. ما شما شاهد هستیم که جامعه جهانی که به افغانستان آمد، اولویت اولش مبارزه با تروریسم بود و بعد از اون مبارزه با مواد مخدر بود و نهادی نشدن دموکراسی در افغانستان که عرصه از این در افغانستان نه تنها نهادینه نشده، بلکه ما دچار یک مشکلات جدیتر شدیم. به این اساس ما منافع خود را داریم در موجودیت غرب در افغانستان و غرب هم منافع خود در موجودیت ما باید توسط رهبرهای حکومت وحدت ملی این مسئله واقعی با ما گفته شده و نتایج تحقیقاتی را که محققین از در افغانستان انجام دادن در تلفیق با خاص دولت افغانستان و از منظر استخبارات آنچه تحلیلی که صورت گرفته در بالای میز آقای اوباما گذاشته شده که به اساس این تحلیل استخبارات به آقای کارتر وزیر دفاع آمریکا شخصا تقاضا کردن، قماندان ناتو در افغانستان تقاضا کردن که وضعیت در افغانستان آنچنانی است که اگر ما افغانستان رها بکنیم پس دوباره پس آمریکا متضرر میشه، پس غرب متضرر میشه و این افراطیتی که فعلا در پاکستان و افغانستان وجود داره، این افراطیت بالاخره سرایت کرده به اروپا، به امریکا. به باور ما مسئله خروج نیروهای امریکا از افغانستان اونمو حرف است که اوباما گفته بود که در ختم سال 2015 بعد ما سفر بسازیم نیروهای خود در افغانستان، اونمو مسئله است که در چارچوبات یک معیارای تکنیکی و مرزا قلمی به اساس همون تعهدی که صورت گرفته این گپ است. خب با این تحلیل وضعیت نیروهای امنیتی افغان قادر به تامین امنیت نیستن، این موضوع دقیقاً همین مفهوم داره. خب نیروهای امنیتی افغان از لحاظ کمیت قابل ملاحظه هستن، از لحاظ کیفیت هم ما شما میبینیم که در دفاع مستقلانه قرار دارن، اینا بسیار با رشادت از وطن خود دفاع میکنن، اما اینا به یک شریک ضرورت دارن، شریکی که آموزش ها را، آموزش هایی که در اینی به موازات و اینی متناسب به تهدید باشه، ما باید این آموزش ها را داشته باشیم. خب در فعلا گذشته چه کرد آمریکا در افغانستان؟ خب متناسب با وضعیت و متناسب برنامه... با تهدید آموزش دیدن نشده نیروهای امنیتی افغان؟ در چوکات یک برنامه آموزش دیدن، اما آموزش ها چندین نوع است. یعنی آموزش های ابتدایی هست، بالاخره یعنی آموزش های عالی که ما در آموزش های ابتدایی تا یک مقدار در آموزش های عالی هم داریم، اما او آموزش هایی که لازم است در متناسب و اسالیبی که تروریست ها استفاده می کنند اون آموزش خب ما مثلا حل است. ما حمایت ماموریت حمایت قاطوی ناتو را در افغانستان فعلا داریم که آغاز شده، چرا فکر میکنین که به عوضی این که با تجهیز نیروهای امنیتی افغان بیشتر توجه شود و بیشتر حکومت افغانستان تاکید بکنه و شما رو بیشتر نیروهای امریکایی در افغانستان تاکید میشه؟ خب چند مسئله است. یکی
حضور نیروهای آمریکایی، حالا وقتی که نیروهای آمریکایی از افغانستان رفتن، حدودا دونیم لک نفر در افغانستان بیکار شد. این هفته اینا حدودا 50 میلیون 100 میلیون دلار در سرای شاهزاده می آوردن تبدیل می کردن. همین دونیم لک نفر هم همین معاش می گرفتن می آوردن بالاخره همینجا. این افغانستان از لحاظ اقتصادی جدا مشکل داره. اگر احیانا کمک اما در دراز مدت این هم خیلی دردناک و مشکل ساز است برای افغانستان، یک وضعیت بخور و نمیر میشه. خب باید دولت مردان افغانستان در رابطه به خودکفایی افغانستان مطابق به برنامه هایی که اینا ارائه کردن در کمپاین انتخاباتی خود، خب اینا منابع زیرزمینی را باید استخراج بکنن و در چوکات یک جدول زمانی که این افغانستان در 5 سال بعد چند فیصد اقتصادش باید بالا بره و در 10 سال بعد چقدر بره و بالاخره چی وقت باید خودکفا شود، این را باید پیش خود داشته باشه. حکومت وحدت ملی برنامه های اقتصادی خودش هم داره، اما بیشتر موضوع بحث ما روی توانایی نیروهای امنیتی افغان است و ضرورت نیروهای آمریکایی بیشتر در افغانستان. امی سوال بسیار اساسی است که چرا روی یک برنامه بسیار همه جانبه و بسیار قوی در مورد تجهیز، حالا به گفته شما از نگاه کمیت نیروهای امنیتی افغان تکمیل هستند، در مورد تجهیز و آموزش بهتر نیروهای امنیتی افغان صحبت نمیشه و دقت نمیشه؟ چیزی که بسیار مهم است، باید ما یک استراتژی بسیار دقیق ارائه بکنیم که این استراتژی ما تلفیق داشته باشه با خواسته های جامعه جهانی در افغانستان. یعنی ما یک طرف حرکت کنیم اونا دیگه طرف به این شکل نمیشه. عموما تا به اکنون ما قسمی آمدیم که در بعضی حرکت ها و ناراض هستند، در بعضی ما ناراض هستیم. اما همه آمریکا بود که آمد گفت ما پایان مسئولانه جنگ در افغانستان را اعلام میکنیم، بعد از این به خاطر حمایت، مشورت و آموزش نیروهای امنیت افغان به این تعداد نیروهای ما باقی میمونه. به اضافه آمریکا ناتو هم به این توافق رسید و حمایت قاطی در افغانستان آغاز شد. فعلا فکر میکنین آیا این حرف و حرف بازنگری در مورد چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان او ناکامیه که بیشتر تنقید میکردن آمریکا را در آسان عمومی هم در آمریکا و هم در بیرون به او مسئله نمیرسیم؟ عرضی است که مسئله ناکامی و کامیابی وجود نداره. آمریکا در چوکات برنامه کار میکنه و دقیقا در چوکات برنامه کار میکنه، او آنچنانی شکست نخورده. به باور من که امریکایی ها در افغانستان در نتیجه عدم هماهنگی دیدگاه استراتژیک رهبرهای افغانستان و همچنین دیدگاه عملیاتی و تکتیکی، به همین ترتیب دیدگاه استخباراتی ما که من بایس دو چیز من بایس از این می شود، با اونا ما در اکثرا در تصادم بودیم. این تصادمات سبب از این شد که اونا را وادار بسازه که یک مقدار بالای ما فشار وارد بکنن. ما شما می بینیم که دست گرفته کمک صورت می گیره. البته با رفتن دکتر اشرف غنی و رهبرهای حکومت وحدت ملی در امریکا سر این مسائل یکایک صحبت خواهد شد و نسبت به این مسئله تمرکز بیشتر خواهد بود. من باورم این است که فعلا با نظر داشتی که 40 سناتور در ایالات متحده امریکا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران یک امضای به حساب چی داشتن که برابر ایران فرستادن، این مسئله بیشترینه اوباما را یک مقدار وادار به این ساخته که یک بحث ها را طوری تنظیم بکنه که این مسئله باید از اذهان مردم فراموش شود. اینطور یک چیز است و یا یکی که به حساب اونا را در تنگنا قرار داده باشه، چون یک سال بعد این نیست. مقام بلند رتبه آمریکایی که امروز صحبت کرده در بخش از صحبت هایش هم گفته که جنرال جان کمپل فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان هم پیشنهادات برای بلند بردن و یا افزایش توانایی نیروهای امنیتی افغان ارائه کرده است. اینجا همین جنرال هم نگفته که باید نیروهای آمریکایی بیشتر شود. فکر نمی‌کنین برنامه اساسی همین توانمندسازی هرچی بیشتر نیروهای امنیتی افغان باید باشه؟ بله، این برنامه اساسی هست و در این رابطه جان کمپل در کنفرانسی که دایر شده بود در اروپا بود یا امریکا، در اوجه صحبت شنیدم که بسیار جدی صحبت کردن که باید بالای توانمندسازی نیروهای امنیتی افغانستان باید تمرکز شود و همچنان حضور امریکا را
گفتن که در افغانستان باید سنجیده شده باشه و اجرانه تصمیم گرفتن نشه و این به عنوان کسی که وضعیت از نزدیک تحلیل کرده بود گفت که من طرفداری از هستم که باید در امریکا نیروی بیشتر باقی در افغانستان نیروی بیشتر باقی بمانه. دقیق. حالا در این چنین یک وضعیت قرار داریم که حکومت افغانستان هم از یک سو گفتگوهای صلح با طالبان را آغاز کرده، فکر نمی‌کنید که این موضوع بازنگری در برنامه خروج نیروهای آمریکا از افغانستان سایه بد بالای گفتگوهای صلح داشته باشد؟ خب شاید هم یک مقداری به نوعی به حساب قسمی بوده باشه که دولت افغانستان نسبت به پروسه صلح بسیار یعنی در برابر خواستایی که دنیا داره و پاکستان داره آنقدر سهرگیر نباشه و در پروسه صلح خواستای بیشتری طرف مقابل بپذیره، شاید یک نوع فشار ای باشه. به هر ترتیب ما در رابطه به پروسه صلح خوشبین هستم، اما در رابطه به ای که ما باید در این قضیه بسیار هوشیار باید باشیم به نظر ما. اما از پیش شرط های اساسی طالبا به خاطر گفتگو همین خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. خب خروج نیروهای خارجی اگر از افغانستان هم بوده باشه، به اعتقاد ما این خروج خروجی نخواهد بود که تمام دستاوردها را یک سره محو بکنه و شاید هم اینی راضی نباشه طالبا که امریکا دیگه یک روز هم میبود، مگر دیگه با توانمندی که داشت در طول 14 سال حضور داره دیگه، به این اساس این قدرها مقید به این گپ نمی باشه. اما من نسبت به پروسه صلح پیشنهاد می است که به دولت مردای وحدت ملی حکومت وحدت ملی که اینها با نظر داشت گذشته که ما با پاکستان داریم به نظر من زیر کاسه نیم کاسه های دیگری هست و 32 گروه تروریستی در پاکستان وجود داره و همین ترتیب ما حضور داعش در افغانستان حس می کنیم و همین اکنون ما درگیر هستیم در بسا موارد و این ارتباط باید با احتیاط گام برداشت و آنقدرها زوزده در قبالی مسئله باید پیش نرویم و با تحلیل خب اگر توافق بر این شود که شمار بیشتر نیروهای آمریکایی برای زمان بیشتر در افغانستان بمانند، فکر نمی کنیم که باز هم این موضوع برای امنیت افغانستان چالش‌زا می شود؟ من باورم این است که در افغانستان هیچ نوع حرکتی از درون افغانستان حرکت های تروریستی شکل نمیگیره. آنچه حرکتی که صورت گرفته بنا به منافع حساب شده استراتژیک پاکستان در افغانستان است. یک جنگ نیابتی است. یه گاهی نامشه طالب میمونن، گاهی نامشه داعش میمونن، گاهی حرکت الانصار میمونن، گاهی حرکت المجاهدین میمونن، گاهی جیش محمد میمونن و هر کدام از یک اکسپایر میشه تاریخش پوره میشه یک چیز دیگه میایه به همون لباس. آدم هم آدم است، منتها لباسش تغییر میخوره. خب فکر نمی کنین که باز هم همین مسئله حضور بیشتر و هم از نگاه کمیت و هم از نگاه زمان نیروهای امریکایی در افغانستان علم شیطان شده برای نیروهای افرادگرا و تروریستا که دوباره وضعیت افغانستان را بیشتر از گذشته ناهم بسازن؟ به اعتقاد ما در پروسه صلح افغانستان ایالات متحده امریکا باید بالای پاکستان فشار بره و دنیا بالای پاکستان فشار بره تا ای که تولید تروریسم در پاکستان متوقف بسازند و کسایی که از کشورهای آمدن جمع شدن در سالهای سال در پاکستان زندگی میکنن و تعداد از یا هم آلی آمده در داخل افغانستان و به همین شکل عملیاتی که در وزیرستان صورت گرفت، یک تکتیکی بود که باید یا هم تعداد از یا فرار بکنن بیان به افغانستان و در بدخشان رفتن، اینا در زابل رفتن، در فرا و ایجا رفتن. این پدیده های بسیار خطرناک هستند یا و اینا بنا به اهدافی در اینجا وارد می شوند. من ترسی از این دارم که جنوب افغانستان یک پایگاه لوجستیکی و حمایوی بشود و جنگ به شمال افغانستان منتقل می شود. این مسئله را باید جلوگیری کنند که مسئله بسیار مهم است و باور ما این است بنا به منافعی که امریکا در افغانستان داره، هم از منظر اقتصادی که در چین یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی هست و همچنان هند و این طرف روسیه، مشکل اوکراین، مشکلی که در عراق و سوریه و در لیبیا و سایر کشورهای دیگه هست و همچنان مشکلی که در افغانستان است، دکترین امریکا را وادار به این می‌سازد که باید در رابطه به حضور خود در افغانستان توجه ازیره داشته باشن که بعد خب اینجا دو مسئله با هم خلط میشه. یک موضوعی است که مبارزه با تروریسم یا نیروهای ضد تروریسم آمریکا، اونها خارج از این چارچوب قانونی در افغانستان خواهند بود و او را آمریکا از او دید
امنیت ملیش حتمی میدانه و او را تاکید میکنه، اما فکر نمیکنید که در این بحث حضور قانونی و ساختارمند نیروهای آمریکایی در افغانستان این موضوع جداگانه است و روی از این باید خیلی دقیق پیش رفت؟ اینطور خدمت در شبه که همین قرارداد امنیتی که بین افغانستان و بین ایالات متحده آمریکا و ناتو به امضا رسیده، این قرارداد کدام قراردادی نیست که از لوح محفوظ آمده باشه. با نظر داشت شرایط قابل تغییر است. دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله در نشستی که میروند ضرورت اگر ایجاد شوه این قرارداد میتونن که تجدید بکنن. چون تو 6 ماه این قرارداد نمیگذره که غیر عملی میشه و با توجه به وضعیت عملی نیست. خب من بیشتر عرض کردم که قرارداد با نظر داشت انکشاف وضع قابل تغییر است. اگر تهدیدات از بین برود، پدیدهای تروریستی در پاکستان محو شوند، در افغانستان هم به حساب یک تضمین کلان به حساب افغانستان داشته باشه که تروریسم از پاکستان به افغانستان وارد نمی شود و افغانستان ثبات خود می داشته باشد، در اینجا حضور امریکا یا دیگه ضرور نیست. خب در مورد امنیت افغانستان هم بسیار خوب است که عملی شود. کوتا اگر بگوین وضعیت امنیتی رو به بهبود است یا نه، تهدیدات و مشکلات امنیتی روز به روز افزون میشه؟ و اعتقاد من نیروهایی که ما فعلا داریم، نیروی امنیتی افغانستان یک نیروی کارآزموده هستند، در میدان جنگ تثبیت کردن خود که اینا میتونن از حاکمیت ملی افغانستان از تمامیت ارزش دفاع بکنن. اما در دراز مدت بنا به اینکه ما مشکل اقتصادی داریم، دشوار است که ما این بار پیش ببریم به تنهایی و بدون شریک. خیلی تشکر جناب آقای مرزا محمد یارمند، آگاه و معین پیشین وزارت امور داخله. تشکر از حضورتان. پایان برنامه امشب. تشکر از همراهی شما. همچنان وقتتان خوش. خدا نگهدار.